بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما محصلین عزیز و گرامی، آرزومندم صحتمند و تندرست باشید. به جلسه 19 همه مضمون امراض نباتات مزروعی بنده وزیر احمد دوست محمدی شما خوبان را خوش آمدید میگویم. محصلین عزیز و گرامی، میخواییم در جلسه حاضر پیرامون امراض مهم هندوانه و خربوزه یا تربوز و خربوزه به صلاح، یعنی ادامه جلسه قبلی که به صلاح ما پیرامون امراض تربوز صحبت کرده، میخواییم در جلسه حاضر پیرامون امراض فامیل کدویان از قبیل خیار، خربوزه، هندوانه صحبت داشته باشیم. فهرست مطالب و مندرجاتی که در پاورپوینت حاضر درج گردیده است، ابتدا خواهیم پرداخت پیرامون بلایت سمقی ساقه خیار، هندوانه و خربوزه. یعنی در مجموع خود بلایت سمقی ساقه خیار، هندوانه و خربوزه را میتونه که میزبان های متعدد داشته باشد در چند بیماری یا مریضی به اصطلاح پتوژن قارچ است که در سلاید های بعدی خدمت شما معلومات مزید خواهد شد. عنوان بعدی میپردازیم به پیرامون قرقنه و لکه باکتریایی خود تربوز یا هندوانه. بلایت سمقی ساقه یا تحت عنوان انگلیسی گمی استم بلایت آف ککوربیت یا خود بلایت سمقی ساقه خیار، مرض بلایت سمقی ساقه خیار یکی از امراض مهم خیار گلخانه‌ای در سراسر جهان می باشد. این مرض در سال 1966 از انگلیس و بعدا به سایر کشورهای دنیا از جمله ژاپن، اسپانیا، فرانسه و آمریکا گزارش و انتشار گردید. نظرت عامل مرض بر علاوه خیار، دیگر نباتات مانند کدوی سبز، کدوی تنبل، هندوانه، خربوزه نیز حمله می کند. به دلیل ترشح سمق زیاد از ساقه نباتات آلوده به نام بلایت سمقی شناخته می شود. طوری که شما در تصویر هم مشاهده می کنین، بلایت سمقی به خاطر مسمی گردیده است که در ساقای ازی به اصطلاح سوختگی و قوی و همچنین بیرون شدن شیره نباتی یا ترشح سمق مشاهده میکنه که تحت عنوان بلایت سمقی ساغر به اصطلاح نام گرفته است. خود علائم مرض بلایت سمقی ساقه از چی قرار است؟ ابتدا نشانه های بارز این مرض لکه های آب سوخته به روی برگ و میوه در اندازه بزرگ مشخص میباشد. طوری که در تصویر هم شما مشاهده میکنین، نشانه های از این بارز به اصطلاح لکه های آب سوخته بر روی برگ میوه در اندازه های متفاوت و مشخص است. در روی برگ ها لکه داره حلقه های زرد زرد رنگ اینا، طوری که شما در تصویر هم مشاهده میکنین، بوده که به رنگ های قهوه‌ای روشن در اومده و دارای شکل زاویه دار میشوند. آلودگی میوه ها میتوانند داخلی و یا خارجی باشد، هرچند طوری که قبلا هم اشاره کردید میتواند که به اصطلاح سپتوم یا علائم خورد در سطح میوه ها هم تولید کنه که یه در دو حالت خارج نیست، یا سطح داخلی اینترنال و یا اکسترنال خارجی میشد. در آلودگی داخلی نشانه ها در سطح میوه دیده نمیشود، یعنی در زمانی که شما میوه نصف کنیم به اصطلاح در سطح خود میوه در سطح خارجی از او دیده نمیشه و در بافتا و انساج به اصطلاح خسارات پاتوژن قابل ملاحظه است. پاتوژن عامل مرض همچنین ساقه ها را مورد تهاجم خود قرار میده. شانکرهای عمیق در نای کورتکس با وجود می آورد که گاه دور تا دور ساقه را به صورت یک حلقه گرفتار، در نهایت منجر به پژمردگی و مرگ بوته می شود. خوبان گرامی، طور که در تصویر هم مشاهده می کنین، موجودیت سمق و همچنین به اصطلاح علائم خاکستری و قهوه‌ای در ساقه باعث ازی شده است که تحت عنوان بلایت سمقی ساقه مسما گردد و این مریضی در مجموع برگای فوقانی زرد رنگ زرد و همچنین به شکل لکای آب سوخته در سطح میوه هم دیده میشه. طوری که قبلا هم اشاره کردید میتواند که آلودگی میوه داخلی و یا خارجی باشد که در سطح داخلی نشانه ها در سطح میوه دیده نمیشوند. خود دوران حیات و عامل مرض به اصطلاح بلایت سمقی ساقه خیار از چه شکل است؟ خوبان گرامی، میشه که در این قسمت شما یک سری موضوعات که در پاورپوینت درج نگردید است برای خود یادداشت کنیم که دیدیمیلیا بارایونیا
خود جینس و اسپیشیز قارچ است که به اصطلاح برایت سمقی خیار متضرر می سازه یا مورد حمله خود قرار میده. خود دیدیمیلیا متعلق به فایلم اسکوم آیکوتینیا هست به اصطلاح. دیدیمیلیا بارونیا که یک از پاتوژن هاست که از جمله پاتوژن هاست که می تواند که به اصطلاح خیار برایت سمقی تحت حمله خود قرار بده. و نگفته نماند که دو شکل داره، شکل جنسی و شکل غیر جنسی. از این هر دو نوع اسپور قارچ، هم کونیدیا و هم اسکو اسپور، بعد از آزاد شدن کم دوام هستند و قارچ عموما در بقایای نباتات تولیده به شکل کلایمد اسپور یا مایسیلیوم از زمستان گذرانی کرده و یا در داخل بذر به سر می برد. نگفته نماند که به اصطلاح پتوژن مذکور از جمله به اصطلاح بذر در سطح بذر میتونه که انتقال کنه. خود امراض به وسیله اسپورهای قارچ که توسط قطرات آب، جریان هوا، حشرات و همچنین ضمن عملیات به اصطلاح برداشت توسط دستهایی که ترن و لباسهای کارگران در سطح گلخانه میتونه که یه گسترش پیدا کنه. علاوه بر ازی متزمان مرتوب بودن سطح خود نبات در توسعه و پیشرفت مریضی نقش و سزایی دارد. در شرایط مرتوب به سرعت میتونه گسترش پیدا کنه. قارچ عامل مرض در درجه حرارت 5 تا 35 درجه سانتیگراد از خود فعالیت نشان میده و مناسب ترین درجه حرارت برای رشد و گسترش آن در خیار 23 درجه سانتیگراد برای فعالیت دیدیمیلیا برایونیا به اصطلاح تثبیت شده است. از عوامل دیگر که در توسعه مریضی به ویژه در بافتهای مسنتر یا در انساجی که پیر هست وجود زخم است، پوسیدگی خارجی میوه در صورت زخمی شدن، انبارداری نامناسب و استفاده بیش از حد از کودهای نایتروژن میتونه که در قسمت افزایش خود دیدیمیلیا براینیا به اصطلاح رول داشته باشد. آلودگی به سایر عوامل مرضا، استرس و ضعیف بودن بوتا و جمعیت بالای حشرات خسارت از این مریضی میتونه که افزایش بده. یعنی در مجموع دوران حیات و عامل مرض شامل بخشای زل بود که قبلا یادآوری کردیم. در قسمت بعدی میپردازیم به بلایت سمقی ساقه تربوز. شک نیست که به طوری که قبلا هم یادآوری کردیم بلایت سمقی ساقه میتواند بر علاوه خربوزه، خیار، تربوز و یا هندوانه هم به اصطلاح مورد حمله خود قرار بده. طوری که شما در تصویر مشاهده میکنین مزرعه خود تربوز یا هندوانه مورد گمی استم یا خود ساقه قرار گرفته که لکای از بازم در سطح میوه، در سطح برگ ها و همچنین خود ساقه ها قابل مشاهده است. داغای قوی و لکایی که در اطراف آن قوی است و همچنین سوختگی حاشیه برگ ها حاکی از بلایت یا سوختگی سمقی ساقه هندوانه یا تربوز می باشد. بلایت سمقی ساقه خربوزه یک دیگر از به اصطلاح مریضی ها یا پتوژن است که باز هم میزبان دیگر خربوزه مورد حمله قرار میده. نشانه ساختمانی قارچ شما در تصویر مشاهده میکنید که به اصطلاح خود قارچ دیدیمیلیا بارونینیا که در سلاید قبلی هم اشاره کردید متعلق به فایلم اسکومایکوتینا است. فایلم اسکومایکوتینا خوبان گرامی تاره که در جلسات قبلی هم یادآوری شدیم از جمله بزرگترین فایلم قارچ است. در حدود 30,000 نوع پتوژن در خود جا دارد که به اصطلاح میتواند از جمله از اونها خاکسترک ها و شانکر یا کانکر یا خود بلایت و یا سمق در سطح ساقای سبزیجات میوجات به اصطلاح متعلق به فایلم اسکومایکوتینا است. فلهذا قارچ هایی که در از صنف اسکومایکوتینا قرار دارن اینا میتونن که دو حالت داشته باشن، یعنی شکل جنسی و شکل غیر جنسی، که شکل جنسی آن در فایلم اسکومایکوتینا و در شکل غیر جنسی آن در دیوترومایسیتس یعنی یا در فایلم دیوترومایکوتینا متعلق دارن هستن. عامل سمقی ساقه بلایت ساقه باز هم دیدیمیلیا برایونیا که شما تصاویر اسپورهای یا کونیدیای غیر زاجیر به اصطلاح که متعلق به فایلم دیوترومایکوتینا است داره که در جلسه سلاید قبلی هم یادآوری کردید. این تصویر در زیر لنز 40 اکس میکروسکوپ ثبت شده است و همچنین بخاراتی که یا غبارایی که به اصطلاح در زیر سلاید سازی آکی از بلایت سمقی ساقه است که تحت عنوان دیدیمیلیا برایونیا کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی کردید است. روش های پیشگیری و کنترل از این مرض از چی قرار هست؟ تناوب زراعتی سه ساله شکن ایست که
تناوب می تواند که رول عمده‌ای داشته باشد در سطح نباتات، از جمله برای خیار، خربوزه و تربوز بسیار مهم است که حداقل 3 سال در نظر بگیریم برای ریشه‌کن کردن و از بین بردن پاتوژن در فصل‌های آینده. بعدا در قسمت ضد عفونی بذور یا بذرا، تریتمنت با هر یک از قارچکش‌ها از قبیل کاپتان، ویتا واکس، کاربندازیم کارهای مثبت دارد. حفظ و صحه ساحه و گرین هاوس ها، یعنی در مجموع بقایای نباتی رو ما بتونیم که از بین ببریم، حفظ و صحه از در سطح گلخانه ها داشته باشیم و در سطح مزارع باز هم یک از راه های دیگه است که در کاهش جمعیت ناکلم پتوژن ما یاری میکنند. استعمال قارچکش های به موقع از قبیل استعمال قارچکش ها به موقع از قبیل کاپتان، کلوروتانیل، زینب به مقدار 2 گرم در 1 لیتر خالص و قارچکش میترام پایروکلوستروبین که یک از قاچوهای سیستمیک است 3 گرام در هر لیتر کارایی مؤثر دارد. خوبان گرامی، میخوایم که یک موضوع اشاره کنم که اولا تلاش کنید در زیر نظر کارشناس مربوطه در قسمت تشخیص و سفارشات ادویجات کیمیاوی به همراه باشین و در هنگام دواپاشی یا ادویه پاشی به صلاح میزان بارندگی، طوفان، باد، روزهایی که به صلاح گرمن و نامناسب بر اونا مد نظر بگیریم و همچنین لباس های محافظتی در وقت استفاده از آفتگوش ها که در جلسه آینده می خواهیم که مکمل پیرامون کلاسیفیکیشن خود قارچگوش ها و نحوه استفاده از اون خدمت شما خوبان معلومات مزید ارائه نماییم. عنوان بعدی تحت عنوان قرقنه تربوز است. قرقنه تربوز شکی نیست که یکی از قرقنه یا انتراکنوز یک از امراض بسیار مهم است در سطح تربوز داره که شما در تصویر هم مشاهده میکنین. لکه های قوی و همچنین حاشیه و وسط خود برگار و تک کرده است که در باعث شده که سطح آشپزخانه نبات که همون موجودیت خود تثبیت کلروفیل است با مشکل مواجه شد و در مجموع نباتات در لحاظ شکل و چکن و در مجموع سیستم جذب آب و مواد معدنی و املا و انتقال آن از سایر حساس یا قسمت های مختلف نباتات مختل بشه و همچنین شما قرقنل که به شکل چشم بلبل یا آی برد است در روی خود میوه تربوز یا هندوانه مشاهده میکنید. خود مدیریت مرض قرقنه از چی قرار هست؟ باز هم تناوب زراعتی 3 سال، قلبه خزانی، حفظ و صحه و گرین هاوس ها، استعمال قارچکش های به موقع از قبیل زینب، مانکوزه، برد و مکسر کارهای موثر مثبت داره. باز هم تکرار میکنم، آخرین دوره کارنس یا آخرین دوره سامپاشی یا برداشت محصول جدا مد نظر بگیریم که حداقل 2 هفته در بر داشته باشه. لکه باکتریایی میوه در تربوز خود یکی دیگر از امراض مهم باکتریایی در سطح هندوان است. مدیریت لکه باکتریایی میوه خود تربوز باز هم تناوب زراعتی 3 سال ایجاب میکنه. قلبه خزانی، حفظ و صحه و گرین هاوز، استعمال کوپرایت بلو به مقدار 2 گرم در 1 لیتر آب خالص بسیار موثر است برای لیه از این. خوبان گرامی، هرچند پیرامون تعریف باکتری ها ما در جلسات قبلی هم اشاره کردیم که باکتری ها موجودات تکوجلوی یا تکسلولی هستند، دارای هسته پروکاریوت هستند و دو گروپ مهم گرام نگتیو و گرام پازیتیو تقسیم میشن و به اشکال میلی فنرمانند تقسیم شدن و از جمله به اصطلاح امراض یا پاتوژن های مهم در سطح نباتی در سطح سبزیجات در خصوص به شمار می روند. شما در قسمت میوه هندوانه لکه باکتریایی خود میوه تربوز رو مشاهده میکنن و بهترین راه حل برای استعمال یا بهترین ساین و علائم منظرت خود باکتریا در سطح مزرعه اینه که ما قسمت از نباتی که منوض شده رو بگیریم در بین یک گلاس یا لیوان آب بگذاریم، حداقل بعد از 10 دقیقه تراوشات قبر مانند تحت عنوان عضو به صلاح بیرون تراوش میکنند یا هرگاه 2 قسمت ساقه نبات منوض با هم تچ کنیم به صلاح بشکنیم و اونور باز هم یک سری مواد ژلمانند و قازمانند از خود بروز میدن که باز هم همون ساین خود باکتری است که در جلسات آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. خوبان گرامی، رسیدیم به پایان جلسه 19 هم. تشکر از حوصله مندی تک تک از شما خوبان. پول ارتباطی با ما 0797-870-865 است. خوبان گرامی، در صورتی که کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد دارید میتوانید در طریق ایمیل آدرسی که در قسمت پایین ذکر کردید است با ما همراه باشید. در صورتی که کدام مرض پیرامون قرقنه، لکه باکتریایی،
همچنین در قسمت خود بلاید سمقی خیار خربوزه و اندوانه در سوهه مشاهده میکنین و قادر به تشخیص از اون نیستید. سمپل قشنگ در بین یک پلاستیک زیبدار گذاشته و مرتوب باشه به یک هر یک از لابراتوارها میتونید که انتقال بدید و شما تماس تلفن ما ارتباط شوید که در قسمت تشخیص از او شما همکاری و همیاری نمایید. خوبان گرامی، تا جلسه بعدی بدرود. همگی شما بزرگوار را به لای پاک می سپارم. شاد و موفق، کامگار و تندرست باشید. کرونا را جدی بگیرید. استفاده از ماسک و سبزیجات و میوه‌جات که در ترکیب خود ویتامین سی دارن بدنتون را در مقابل این مریضی مقاوم سازید. تا جلسه بعدی بدرود. الله یار و یاورتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.